صبح زیبا و قشنگ همه بخیر. خوش آمده این داشته بخش پایم خانه تقدیمتان شد و حالا هم خوشبختانه مهمان دارستیم. بله، با آقای محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه با شما هستیم در مورد کارکردها و فعالیت‌های وزارت فواید عامه و تخریب جاده‌ها و سرک‌ها. بیشتر صحبت‌ها را با جناب حقشناس می‌داشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید آقای. تشکر، زنده باشین، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم آقای حقشناس شما را در کنار خود داریم. بیشتر صحبت در مورد کارکردهای وزارت فواید عامه و تخریب پل پلچک‌ها بیشتر از شما می‌شنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران تکنیکی و همه بینندگان عزیز. قسمی که به ما وعده وزارت فواید عامه یکی از وزارت‌های سکتوری افغانستان است، مسئولیت وزارت فواید عامه اعمار ساختمان و سرک‌ها، حفظ مراقبت سرک‌ها در کشور می باشه. که از یک طرف ما سرک‌ها را اعمار ساختمان می‌کنیم تا زمینه تجارت و ترانزیت و همچنان سهولت‌ها به هموطنان عزیز ما مهیا شود، و از طرف دیگر با تطبیق پروژه ها و اعمار ساختمان پروژه ها و زمینه کاری به هموطنان عزیز ما مهیا میشه که شماری از هموطنان عزیز ما در محلاتی که پروژه برشان تطبیق میشه، در این محلات یا صاحب کار میشن و صاحب اشتغال میشن. ما میخوایم که وزارت فواید عامه را کارکرداش از سفر اخیر وزیر فواید عامه به ولایت قندهار را آغاز بکنم، که در برنامه 100 روز و 100 مجره وزارت فواید عامه چند پروژه داشت که پروژه ها یک تعدادشان کارشان تکمیل شده بود که ما یا را افتتاح و برابرداری سپرده شد و شمار دیگه هم در آستانه افتتاح و برابرداری و آغاز کار هستند. در سفر وزیر فواید عامه به ولایت قندهار، خوشبختانه یکی از پروژه های مهم، یکی از پروژه های کلیدی و یکی از پروژه هایی است که دیدگاه کلانی را که حکومت افغانستان و جلادماب رئیس جمهور افغانستان در رابطه با تطبیق پروژه وصل افغانستان با کشورهای منطقه داشتن، این پروژه افتتاح شد. پروژه سرک قندهار سپین بولدک یکی از پروژه های مهم است که شهر قندهار در خط فرضی دیورن، مرز میان افغانستان و پاکستان وصل میکنه. خوشبختانه 40 کیلومتر از کارش تکمیل شده بود. در این سفر وزیر فواید عامه به ولایت قندهار این پروژه افتتاح و برابرداری سپرده شد. قسمت دومی پروژه تحت کار است و که وقتانه فیصدی پیشرفت کارشم خوب است که انشاءالله در ماه آینده این پروژه هم تکمیل خواهد شد و ما ایران به برابرداری میسپاریم. پروژه که به برابرداری سپرده شد یکی از پروژه های مهم است که نقش مهم در تجارت ترانزیت میان دو کشور، میان افغانستان و کشور پاکستان داره، و ما میتونیم نه تنها که از راه تورخم، از راه سپین بولدک یک خط فرضی میان دو کشور میباشه، از این طریق هم داد و ستد و یا که انتقالات اموال تجارتی میان دو کشور جریان داشته باشه. پروژه دومی که به ولایت قندهار افتتاح شد، پروژه شورابک سپین بولدک بود، 23 کیلومتر طول داشت که جزء پروژه مهم است. متبقی هم در پلان یا تحت کار هستند که هم خوشبختانه کارش تکمیل شده بود، به بهره برداری سپرده شد. پروژه سوم در ولایت کاپیسا سرک دانش پل مغان بود، قسمت اول از کار از هم تکمیل شده بود. خوشبختانه این پروژه هم افتتاح و بهره برداری سپرده شد. قبلا هم وطنان عزیز ما که در مسیر رفت آمد داشتن یا همین مناطقی که به شهر وصل می شد یا به مکاتب مراکز سی مشکلات زیاد بود، خاکباد بود، در مسیر تفلایی که به مکتب می رفتن مشکلات زیاد در این مسیر موجود بود. خوشبختانه که ما توانستیم این قسمت هم کارش تکمیل بکنیم و بهره برداری سپرده شود. پروژه دیگه که یکی از پروژه مهم دیگه است که به ولایت فرا کارش آغاز شد، میل 78 یکی از پروژه دیگه است که ما با کشورهای همسایه وصل میشیم. این میل 78 سرکی است که شهر فرا را به کشور ایران وصل میکنه. خوشبختانه کار از سال قبل آغاز شده بود، یک قسمت کار از که حدودا بیشتر از 60 کیلومتر یک بخش کار از تکمیل شده بود، 35 کیلومترش عملا تحت کار است. کار 23 کیلومتر از در سفر وزیر فواید عامه به ولایت فرا کارش آغاز شده که ما امید داریم که کارم بتانیم بخیر تکمیل بکنیم، که یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی که ما با کشورهای همسایه داشته باشیم در قسمت انتقالات اموال تجارتی، در قسمت انتقالات اموال و فرآورده های زراعتی را که هموطنان عزیز ما به ولایات داره و ما را بتانیم به مارکت های کشورهای همسایه ما و همچنان کشورهای منطقه انتقال بدیم، این پروژه نهایت مهم و اساسی می باشه. در پهلویی که ما کارهای اعمار ساختمان جاده را داریم، سهولت ها به هموطنان عزیز ما، یک سلسله مشکلات ها هم متاسفانه
متاسفانه موجود است که شماری از سرک ها و شماری از پل ها و پلچک ها توسط گروه های تروریستی دشمنان آبادی افغانستان ولو هر کسی است اینا تخریب میشه و ما یک قسمت از این دوباره توانستیم ترمیم و اعمار ساختمان نماییم. قسمت دیگه شامل پلان وزارت فواید عام است که ما بتونیم با مساعد شدن امنیت در مناطق این پروژه را بتونیم دوباره یا اعمار بکنیم یا ای که اگر کاملا از بین رفته باشه دوباره ساختمان میشه. بسیار خوب. آقای حق‌شناس، کار به صورت جریان داره و قسمی که شما هم اشاره کردین تخریب پل و پلچک ها و جاده ها خیلی زیان کلان هست که میرسه و وقتگیر هست تا زمانی که بازسازی شود. چقدر هزینه برمیداره این پل و پلچک ها و جاده هایی که تخریب میشن؟ سوال بسیار خوبی را کردین. ما از سال 1398 تا 1400 تا اوایل 1400 حدودا 500 میلیون افغانی وزارت فواید عامه در قسمتی که سرکا پلها پلچکا از طرف گروه های تروریستی تخریب شده ما زیان کردیم. یعنی 500 میلیون افغانی در دو سال وزارت فواید عامه در قسمت اعمار یا ترمیم مجدد پروژه زیان کرده و ما پول ضرورت داریم دوباره یار اعمار و ساختمان بکنیم. متاسفانه یک گروه های تروریستی دشمنای مردم افغانستان هر کسی که در نقطه مملکت اینا هستن یا به خاطر از اینکه بتونن وحشت خلق بکنن بتونن جاهای مراکز عامل منفعه چی سرک است چی جاهای دیگه است که اینا هستن تخریب میکنن، ولی در این حال حکومت افغانستان با قاطعیت تمام پشت برنامه ها هست. ما عوامل که کسایی که در پشت پرده این کارا را میکنن اینا شناسایی خواستن پنجه قانون سپرده میشه و در عین زمان ما بر تمام پروژه‌ای که اینا تخریب کردن به خاطر که ما بتونیم هموطنان عزیز ما در رفت آمدشان سهولت داشته باشه قسمت از زیر در اکثر ولایت افغانستان یا توسط تیم های ولایتی وزارت فواید عامه و یا که توسط شرکت های قراردادی که ما بسا رفتیم یا را دوباره سروی کردیم دیزاین کردیم همون قسمت هایی که واقعا مردم مشکلات زیاد دارن مشکلات خلق کردن اینا رو دوباره امار ساختمان بکنیم. بدبختانه گروه های تروریستی در بعضی ولایت افغانستان واقعا به مردم مشکل خلق کردن. ما در بعضی ولایت پروژه هایی را داریم که یک پل شما فرض کن یک ولسوالی را با مرکز وصل میکنه یا چندین قریه را به یک ولسوالی وصل میکنه و این توسط گروه های تروریستی تخریب میشه. شما میدونید وقتی یک پروژه امار ساختمان میشه از مرحله سرویش که انجینرهای وزارت فواید عامه به ساحه میرن اینا سروی میکنن دوباره میارن اینا این سانتی سانتی میلی میلی دیزاین میشه. وقتی کار دیزاین ازی تکمیل بشه وقتی مراحل تدارکاتی پروژه می باشه از مرحله تدارکاتیش به مرحله قرارداد میره مرحله قرارداد تکمیل شد کار پروژه در ساحه آغاز میشه ما ببینید چقدر مشکلات طی میکنیم چقدر زجر میبینیم ولی با گذاشتن یک ماین در کنار یک پل یک پلچکی رو تخریب میکنن و صدها مشکل به هموطنان عزیز ما خلق میکنن. ما از تمام گروه های تروریستی و از کسایی که پل و پلچک تخریب میکنن ولو به هر نامی هست اینا تقاضای ما است که سرک پل پلچک تمام تاسیسات عامل منفعه در ولایت افغانستان در مرکز مربوط مردم افغانستان است مربوط کدام شخص کدام گروه نیست. بنان از اینا تقاضامند هستیم که لطفا اینا تاسیسات عامل منفعه را سرک پل و پلچک تخریب نکنن زیان ازی بر مردم است مردم افغانستان زیان میکنن نه شخص دیگه. بنان و در قسمت حفظ مراقبتی سرما تمام مردم افغانستان ما توقع ما است که ما همکار باشه تا ما بتونیم که سرمایه را حفظ بکنیم. بله دقیقاً. خب بیشتر در این مورد هم میخوام بشنویم از شما قسمی که در جریان حرفایتون گفتین اما با جزئیات بیشتر میپردازیم. تخریب یک پل و پلچک مدت زمان کم را در بر میگیره که تخریب شود اما ترمیمش چقدر مدت زمان را در بر میگیره و در ضمن از او در مورد پلان های آینده که شما دارین چون پلان های خیلی وسیع تر و بزرگتر میباشه اما میگن هر هفته آغاز هفته یک پلان گرفته میشه تا آخر هفته و همین گونه پلان های متفاوت میشه با یک ماه یک سال این همه میخوایم بشنویم از شما. تشکر بسیار زیاد. ما پروژه‌ای که وقتی تخریب میشه شما متوجه بشین حدودا 11 پل از سال 1398 تا 1400 حدودا بیشتر از 300 پلچک و حدودا 800 متر نقاطی هست که توسط وسایط و ماشینی توسط گروه توریستی تخریب شده. پروژه وقتی که پلان میشن از آغاز از مرحله پلان وقتی که ما پلان میگیریم که این منطقه یا ای ولسوالی هموطنان عزیز ما به این مناطق مشکلات داره ما وقتی که
کامل پلان میکنه، شما ببینید که یک گروه یا یک تیم بالای از این کار میکنه تا مرحله از اینکه تیم به ساحه میره، سروه میکنه، با مردم محل میبینه، با نهادهای ارگانهای محلی اونجا دیدار میداشته باشن، دوباره هم دیتای را که از جمعاری میکنن، میان این دیزاین میشه، این دیزاین میره به اداره محترم تدارکات ملی، پروژه بزرگ باشه، اونها یک ریویو یک بررسی میکنه، پروژه به اعلان میره، این مراحل را طی میکنه، بعد از این به مرحله قرارداد میره، شرکت قراردادی پیدا میشه. شما ببینید حدودا 6 ماه این مراحل یا بیشتر از 6 ماه یا سفری میکنه تا بعد از اینکه میرن به ساحه و کار پروژه آغاز میشه. معمولا کار اکثر پروژه یک سال تا دو سال دوام پیدا میکنه، پروژه خرد وقتشان کمتر است، پروژه بزرگ وقتشان تا 3 سال است. این پروژه تا تکمیل میشه یک میاد زمانی کلان در بر میگیره که ما بتونیم یک پل، یک پلچک یا یک سرک در یک منطقه ما رو ساختمان بکنیم. ولی بدبختانه با گذشتن یک ماه در ظرف یک دقیقه تمام اینمی زحمتی که یک تیم دو سو هم میکشه ای از بین برده میشه و ما با یک چالش یک مشکل دیگه مواجه میشیم. اما در عین زمان خوشبختانه تیمای ریاست ولایتی ما و همچنان تیمای ما به مرکز فعال هستند. در اکثر نقاط که گروه های تروریستی دشمنای آبادی افغانستان اینا سرکار را پلها را پلچکار تخریب کردن، ما آنان توانستیم دو قسمت ها اقدام بکنیم و یا را دوباره یا ترمیم میکنیم یا ایمار ساختمان میکنیم. پلان های وزارت فواید عامه پلان های وسیع داره. ما در چند کاتگوری پلان داریم. اولی که دیدگاه کلانی را که شخص جلاد ما رئیس جمهور افغانستان داره که ما به عنوان نقطه وصل آسیا هستیم که ما بتونیم آسیای میانه یا آسیای مرکزی را وصل کنیم با جنوب آسیا، کشورهایی که در جنوب آسیا است مثل پاکستان، مثل هند، ما یا را وصل بکنیم با کشورهای آسیای مرکزی طرف قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، کشورهایی که در این منطقه قرار دارن، که افغانستان به عنوان چهارراه ترانزیت منطقوی که چطور میتونیم وصل بکنیم، یکی از پلان‌های اساسی و کلانی است که شخص جلاد مبر رئیس جمهور یا حکومت افغانستان داره که ما خوشبختانه در این قسمت پروژه کلان را عملا تحت کار داریم. دهلیز شرق غرب یکی از پروژه‌های مهم حیاتی افغانستان است، چند لاتش همی لحظه تحت کار است، کارش عملا جریان داره. متباقی قسمتایی که باقی مانده شامل پلان وزارت فواید عام است که در مراحل مختلف سروی، دیزاین، تدارکات قرار داره که ما بتونیم این پروژه را به خیر عملی بکنیم تا که امی شاهراهای عمومی یا دهلیزهای اقتصادی را که افغانستان داره که از یک طرف ما را وصل میکنه که ولایت به هم وصل میکنه، مثلا ما در ولایت داریم ولایت محروم بوده، دیدگاه حکومتی است که ولایتی که محروم بوده، ولایتی که در سالهای گذشته متاسفانه توجه بیشتر نشدن به عنوان یک زندان جغرافیایی از او ولایت یاد میشه، تمرکز بیشتر ما بالای ولایت هم است که ما بتونیم سرکای ولایت اسفالت بکنیم، از یک طرف یا را وصل بکنیم به مرکز یا با کشورهایی که در همسایگی ما قرار داره و از طرف دیگه بتونیم که رشد اقتصادی به این مناطق با وجود بیا، فراوردهای زراعتی را که مردم داره و واسط صنایع دستی را که اینا دارن، اینا بتونن از طریق سرک با کمترین زمان به مارکت های هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان ایر انتقال بده. این بخش دیگه پلان های وزارت فواید عامه است که ما داریم، خوشبختانه قسمتش کار جریان داره، متوقعش هم شامل پلان است. بخش دیگه پروژه را ما داریم که عملا تحت کار است. ما بیشتر از 1900 کیلومتر سرک عملا تحت کار داریم در تمام ولایت افغانستان، هم پروژه خرد است هم پروژه بزرگ است. اینا را ما پلان داریم که بخیر در سال پیش روی که ما داریم قسمتایی که بر امسال بر به تکمیلش پلان شده تمام رهبری وزارت فواید عامه و همچنان شرکتایی که با ما کار میکنه، تیمایی را که ما در صاحبی داریم، اینا تلاشاشون انجام میده که پروژه را مطابق کوالیتی، مطابق خواست هموطنان عزیز ما، این پروژه عملا در ساحه عملی شه و ما بتونیم از یک طرف پروژه را تطبیق بکنیم و از طرف دیگه همچنان بتونیم که دسترسی هموطنان عزیز ما را به مارکت ها، به مراکز سیخی و همچنان به مراکز تجارتی که اینا فراورداشن انتقال بده ایره عملی بکنیم. بسیار خوب. آقای حقشناس، واقعا شما اشاره که داشتین به اینکه بازسازی جاده ها، پل و پلچک ها زیان زیاد داره و همچنان وقتگیر هست، وقت خیلی زیاد را در بر میگیره. میخوایم در مورد حفظ و مراقبت هموطنان ما که از این جاده ها، پل و پلچک ها چقدر میتونه مهم باشه در این عرصه هم از شما بشنویم. بسیار زیاد تشکر. سوال بسیار خوب اشاره کردین که نقش هموطنان عزیز ما در قسمت حفظ مراقبت سرکا به چیگونه است. ما تمام پروژه را که وزارت فواید عامه در ولایت افغانستان یا در مرکز هر جایی که ما تطبیق میکنیم به خاطر هموطنان عزیز ماست، به خاطر ازی است که سهولت به هموطنان عزیز ما بیاد. اگر ما شورا را جور میکنیم، ولایت به هم وصل میکنیم، از یک طرف هموطنان عزیز ما میتونه در کمترین زمان با مقصدی که در حرکت هستن برسن و از طرف دیگر میتونن که اینا در قسمت تجارت،
تجارت ترانزیت و تجار ملی ما که اینا اموال تجارتی را وارد میکنه، چی مواد خوراکی، چی مواد دیگه است که از کشورهای بیرونی وارد میکنه، یا ما فرآوردهای زراعتی داریم، از یک طرف صنایع دستی داریم که به بیرون صادر میشه، این نقش بسیار مهم داره. نقش هموطنان عزیز ما در تطبیق پروژه ها و همچنان حفظ مراقبت سرک ها نهایت مهم و اساسی است. وقتی یک پروژه تطبیق میشه ما کار در تسعه آغاز میکنیم. شما ببینید که در محله خانه های مردم وجود داره، زمین مردم وجود داره، رای عام وجود داره، مساجد وجود داره، اماکن وجود داره. بنابراین در قسمت استملاک پروژه ها که ما بتانیم به زودترین فرصت پروژه تطبیق بکنیم، همکاری هموطنان عزیز ما نهایت شرط است. و همچنان در قسمت تامین امنیت پروژه وزارت فواید ما یک نهاد بی‌طرف است، یک نهاد نیست که نظامی باشه. بنابراین در قسمت تطبیق پروژه با ما در قسمت امنیت هموطنان عزیز ما نقش بسیار مهم دارند که اینا با ما همکار باشند تا ما بتانیم که در قسمت در ولایتی که پروژه تطبیق میشه ما به سادگی یا به آسانی پروژه را تطبیق بکنیم. حفظ مراقبت سرکان نه تنها که وظیفه وزارت فواید ما است، یک وجیبه ملی هر شهروند کشور میباشه. سرک سرمایه ملی است، از پول بیت المال ساخته میشه، حفظ مراقبت هم وجیبه ملی شهروندان کشور میباشه. بنابراین با ما همکار باشند تا ما بتانیم این سرمایه ملی که ساخته میشه، اعمار ساختمان میشه، در حفظ مراقبت هموطنان عزیز با ما همکار باشند. سرکان مال خود از ایناست، مال مردم افغانستان است. بنابراین میتونن با ما همکار خوب باشه تا ما بتانیم این سرکار را دوباره که تخریب میشن ترمیم بکنیم و همچنین حفظ نگهداری بکنیم. در چند روز گذشته شماری از هموطنان عزیز ما در ولایت خوست، ولایت میدان وردک، اینا آمدن سرکار قسمتایی که تخریب شده بود اینا ترمیم کردن. ما نه تنها که از کار اینا استقبال میکنیم، از اینا تشکر میکنیم و از تمام هموطنان عزیز ما میخوایم که در این قسمت با ما همکار باشن. نگذارن که سرمایه ملی که اعمار ساختمان میشه با یک قیمت گزاف و همچنان با یک زمانی که طولانی که دور میگیره تیمای مشخص رو کار میکنه، ای از بین بره و ای حفظ کرده. دقیقاً ممنون شما از یک تشریف آوردین. همیشه موفقیت زیاد از آن شما باشه. از شما هم تشکر، بخیر باشه. زنده و سلامت. حالا هم یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. ما رو همراه باشین و تنها نگذارین.